که چه؟ که بمانم دویست سال به ظلم و تباهی نظر کنم؟ که هی همه روزم به شب رسد؟ که هی همه شب را سهر کنم؟ چه کسی میتونه اینقدر ساده و راحت و در یه قالب موزون تصویری از زمانه خودش بده؟ سیمین بهبهانی شاعری که تا آخرین لحظات زندگیش از یک دریچه به آزادی سخن میگفت آپارات این هفته رو ببینید سلام حسن سورچو هستم خوش اومدید به سینمای کوچکی آپارات سیمین بهبهانی و شعرش برای همه اونهایی که با زبان فارسی آشنان چه در ایران چه در افغانستان و تاجیکستان و چه در جاهای دیگه شناخته شده هست او یکی از قله های شعر و ادبیات فارسی در یک قرن گذشته به شمار میاد شعرش باستابه اتفاقات زمانش هست و نوآوری ها و نوگرایی های او در غزل منحصر به فرد زیبا و موندنی از بعضی از شراش ترانه هایی ساخته شده پر از خاطره برای یکی دو نسل شمشیر او شعرش بود و شعرش رو هیچ وقت در خدمت قدرت به کار نگرفت در برنامه این هفته آپارات در قالب یک فیلم مستند و از زبان اهل هنر و ادبیات ایران با سیمین بهبهانی بیشتر آشنا میشیم و کمی هم خودش را از نزدیکتر می‌بینیم، مستند یک دریچه به آزادی ساخته ی امیر محمد قاسمی زاده. نقاش مجسم ساز و مستند ساز هست آقای قاسمی زاده متولد سال 58 و نقاشی خونده در دانشگاه در کارنامه‌اش مجسمه‌هایی از مشاهیر ایران از جمله فردوسی، محمد مصدق، ملک احمد شاملو و کسای دیگه دیده میشه و فیلم‌های مستندش هم سعی کرده که هنر مجسم سازیش رو به نوعی در فیلم بیاره او چند سالی رو صرف ساختن این فیلم کرده و در این فیلم برخی از از دست رفته ادبیات و هنر ایران در سالهای اخیر هم حضور دارند برای صحبت درباره سیمین بهبهانی و اهمیتش از دو صاحب نظر دعوت کردیم که میهمان برنامه این هفته ما باشند امید شمس پژوهشگر مطالعات فرهنگی و شاعر و همینطور مهری جعفری شاعر هر دو مقیم لندن هستن خیلی خوش اومد میگم به هر دوی شما خیلی خوش اومدید خب به اتفاق شما و بینندگان فیلم رو ببینید و بعد دربارش صحبت میکنیم یک دریچه به آزادی آدم بیا به تماشا آدم بیا به تماشا با چالش و هاشا هشتاد ساله هوا با بیست ساله رقیم است یک دریچه به آزادی رو دیدیم ساخته ی امیر حسین قاسمی زاده، نقاش مجسم ساز و مسن فیلم نگاهی بود به بخشی از زندگی سیمین بهبهانی و دیدگاه های اهل ادبیات و هنر در ایران درباره این چهره بزرگ شعر فارسی یک کوشش چند ساله از جمعوری دیدگاه های مختلف درباره سیمین بهبهانی که با مراحل ساخت مجسمه سیمین همراه شده بود امید شانس پژوهشگر مطالعات فرهنگی و شاعر و همینطور مهری جعفری شاعر هر دو مقیم لندن با ما هستند تا بیشتر درباره سیمین بهبهانی بدونیم گفتگو رو با شما شروع میکنیم آقای شمس فیلم از نظر شما چطور فیلم بود فیلم به نظر من بیشتر از اون که از نظر سینمایی و تمهیدات و تکنیک های سینمایی قابل توجه باشه بیشتر یک نوع سندیتی بود تلاشی برای مستندسازی بخش های زندگی سیمین بهبهانی به ویژه بخشی از گفته های خود سیمین بهبهانی درباره شعر خودش درباره زندگی خودش درباره زیست خودش و همینطور بخشی بره های خیلی خاص و حساسی که در واقع گویای زندگی اجتماعی و سیاسی و ابعاد دیگری از شخصیت مهم سیمین بهبهانی هستش از این منظر به نظر من فیلم های اهمیت بود درباره اون بخشی که در واقع ما گفته از اهل و الهنر رو میشنیدیم درباره سمیر بهبانی من معتقدم که اون صحبت محمد مختاری اینجا کاملا صادق هست که ما همچنان همواره نگاه ما در روایت چیزها و افراد و اشخاص به گذشته هست و یک نوعی خاطره گویی به جای اینکه در واقع درباره حال یعنی درباره اثر سیمینه بهبانی اهمیت شعر و کار هنری و حتی کار سیاسی یا اجتماعی سیمینه بهبانی در وضعیتی که به وجود اومده صحبت بشه بیشتر ما یک نوع خاطره گویی رو باش طرف بودیم که با این که لطفی داره اما من به شخص انتظار داشتم که ما بیشتر از زبان کسانی که متخصص این حوزه هستن بیشتر درباره هنر سیمین بهبهانی بشنویم بسیار خوب خانم جعفری حالا شما درباره اهمیت سیمین بهبهانی بودن برامون بگید چرا مهم سیمین بهبهانی من فکر می کنم اهمیت کارهای یک شاعر رو مجموعه عوامل مختلف میتونه در واقع نشون بده نمیشه گفت که قطعا یک عامل خاص رو میتونیم اینجا اسم ببریم من فکر میکنم زیست زنانه سیمین تبلور پیدا کرده در آثارش با بهترین نمایش و هنری یعنی در واقع این, این که ما یک اثری داریم که بهش میگیم یک پدیده هنری که یک جهان هنری رو شکل میده یک متن آفرینش میکنه و این متن زمانی میتونه به یک شاهکار هنری تبدیل بشه که رد پای خاص خود اون هنرمند با در واقع بهترین اجراگری توش پدیدار بشه من فکر میکنم که سیمین به خوبی تونسته از عهده قالب شعر خودش ساختار تکنیکی و فنی اثر خودش همزمان با آفرینندگی خودش بر بیاد آفرینندگی که خاص خاص شاعرهای یا هنرمندهای در واقع شاهکار آفرین هست میشه گفت و اینجا این عوامل دست به دست هم میده و در واقع یک اثر بسیار مهم آفریده میشه و این اهمیت از نظر شما چگونه هست آقای شمس اینکه چرا سیمین بهبهانی سیمین بهبهانی شد و نه هر شاعر دیگر یا هر نویسنده دیگر معمولی که میشناسیم سیمین بهبهانی به اعتقاد من یکی از چند بودی ترین شخصیت ها در نسل ادبی خودش و در نسل های پیش و پس از خودش هست به واسطه اینکه هم به عنوان یک نویسنده و یک شاعر بسیار پیشرو و بسیار منحصر به فرد هست یعنی فضایی رو ساخته در اثر خودش من بخوام در یک جمله خلاصه بکنم اون کاری رو که نیما با شعر فارسی کرده سیمین بهبهانی به صورت به طور تخصصی در حوزه غزل این کار رو کرده یعنی غزل رو تا سرحدات ممکن خودش پیش برده و اون رو بس داده و در واقع متنوع کرده اما در عین حال سیمین بهبهانی یکی از بارزترین های سازمان مستقل ادبیات و هنر و روشنفکری ایرانه یعنی نقشش در کانون نویسندگان ایران نقشش به عنوان یک فعال حقوق زنان نقشش به عنوان یک چهره اجتماعی که همیشه در کنار جنبش‌های مردمی بوده و در کنار همه اینها هم نقش زنانش به طور کاملا مستقل هم نقش مادرانش هم نقشش به عنوان یک روشنفکر مستقل مبارز و ستیزنده با در واقع قدرت با سرکوب با ظلم و استبداد در طول در واقع برهه طولانی تاریخی این فرد رو منحصر به فرد کرده خانم جفری اشاره کردید شما به در واقع نقش زنانه سیمین یا اون فردیت زنانه ای که از سیمین میشناسیم و, و در شعرهاش هم متولور هست از این فردیت و زنانگی در شعرهای سیمین برامون بگید جنبه خیلی مهمی از کارهای سیمینه در واقع و نشون میده که یه اشاره خوبی شد راجع به اون مقابله با اون, ساخت، اون ساختار قدرت در جامعه سیمین نه تنها مقابله با ساختار قدرت در جامعه کرده بلکه مقابله با ساختار نرین محور حاکم بر جامعه کرده و این مقابله سیمین در هم در قالب شعرش و هم در در واقع محتوای شعرش به به خوبی نمایش داده میشه. چیزی که هست ما از دو جنبه میتونیم به این موضوع نگاه کنیم یکی در در از جنبه نوشتار زنانه که یکی بحث تخصصی است که هلنسیکسوس اشاره میکنه در دهه هفتاد که بسیار بحث مهمی است در ادبیات و جنبه دیگر در واقع آشکارسازی و در واقع مقابله آشکاریه که در کلام سیمین نهفته است در رابطه با مسائل زنان و زن بودگی در اصل ما این دو تا مپس نباید با هم چیز کنیم به خاطر اینکه نوشتار زنانه یک خصوصیات کاملا در واقع فنی و تکنیکی در شعر داره که نمایش اون در واقع رسیدن به یه نوشتار زنانه سوا اینکه که شما زن باشی یا مرد باشی یک کار قابل تحسینی است که سیمین انجام داده و در کنار اون در واقع اکسل عملیه که سیمین نشون میده نسبت به وقای اطراف خودش به عنوان یک زن و فهم کنم از این منظر میشه بهش منظر پرداخت سیمین رو بیشتر به خاطر در واقع نوآوری ها و کاری که در قزل کرده میشناسن یا دربارش صحبت میکنن چه کرده سیمین آقای شمس سیمین بهبهانی برآمده از یک نسل ادبی و نخبه و روشن فکری هستش از در واقع یک خانواده هم انقلابی و هم نخبه روشنفکر، اهل شعر و ادب یک دورانی هست تا سال 1352 که سیمین بهبهانی در تحول خواهی خودش رو در حوزه شعر در فقط در حوزه مضمونی و محتوایی دنبال میکنه با اشعاری با مضامین اجتماعی سیاسی از 1352 به بعد همزمان با اوجگیری در واقع مبارزات سیاسی در ایران و اوجگیری تحولات عمیق سیاسی در ایران سیمین بهبهانی با ساختار و با ساختمان و نظام اون نوع ادبی که باهاش سر و کار داره یعنی غزل هم کارهایی میکنه و هر چی پیش میره این جامعه به موازات در واقع تحولات سیاسی اقتصادی در واقع کاری که میکنه سیمین بهبهانی این هستش که آن اعتراض خودش رو به فضای اجتماعی یا انعکاس وضعیت اجتماعی رو در مضمون محتوا نگه می‌داره اما در اون چیزی رو که امید میورزه بهش آرزو میکنه اون جامعه یا اون نظمی رو که آرزو میکنه در ساختمان قزل سعی میکنه بسازه یعنی با متوسع کردن ساختمان قزل با گسترش دادن ریتم ها و وزن ها با دموکراتیزه کردن زبان از طریق وارد کردن کلماتی که پیش از این اجازه نشدن در زبان باشن در واقع سیمین بهبهانی این دوتا رو همزمان پیش میبره از یک طرف واکنش انتقادی به وضعیت روز جامعه نشون میده از اون طرف صرفا این رو شعر آینه ای از شعارهای سیاسی و های سیاسی و اجتماعی نمیکنه بلکه خود ساختمان شهر رو به, ما به ازای ساختمان جامعه در نظر میگه و اون آرمان شهری که میخواد سعی میکنه در ساختمان و ساختار نوع غزل بسازه برای ما و همینطور در عرصه اجتماعی هم فعال بوده سیمین بهبهانی و شما هم اشاره کردید بیشتر برای میگید از این فعالیت در سایه اجتماعی و حضور سیمین؟ من فکر سیمین در واقع زندگی سیمین رو وقتی نگاه کنیم انگار یک سفریه که از یک از درون ذره‌ای سیمین در یک خط به یک به حوادث تاریخی جامعه و پیرامون وصل میشه یک سفر از درون به بیرون و از بیرون و سیر به درون هست توی شعرش چطوری و این کاملا در شعر سیمین بهبهانی منعکس میشه چیزی که هست ایشون از زبان خطی فراروی میکنه و زبان خطی زبانی در واقع مرد محور که امید از اشاره کردن که یک،, یک, فراروی از اون زبان تا زمان سیمین بسیار مشکل بوده و وقتی شما از زبان خطی فراروی میکنی میتونی با این بیشتری مسائل پیچیده اجتماعی رو در شعر خودت بگنجونی چیزی که ایشون حتی گاهی ما اشاره های تو شعر سیمین میبینیم که اشاره های روزمره است ولی به قدری هنرمندانه اجرا شده که اون جنبه در واقع کوچه خیابانیشو ازش گرفته جنبه هنری بهش داده و گاهی میبینیم که بسیار با شجاعت و جرأت میتونه مسائل درونی خودشو در با در تضاد با مسائل اجتماعی بیرونی به با شجاعت بیان بکنه و این چیزی که در واقع این به خاطر همون فراروی از زبان خطی مردانه در غزل هست که ایشون تونسته به یه زبانی دست پیدا بکنه که زوایای در واقع بیشتری بهش میده که بتونه مسائل رو در اون قالب بیان کنه که بعد ما میتونیم بگیم که ایشون در واقع به یک تاریخگوی زنانه رسیده یعنی تاریخی که تا اون لحظه از طریق شاعرها و نویسنده های مرد یا زنانی که خط شاعران و نویسنده های مرد رو در واقع ادامه میدادن به شعر ادامه پیدا می کرد ولی ایشون تونست در واقع تاریخ رو واگویه کنه از زبان زنانه خودش که اگه حالا وقت بود به یه سری شعراش من میتونم اشاره کنم به عنوان خیلی حالا نمونه ها رو کمتر بتونیم بریم سراغش حالا ب... البته خیلی من اون جنبه مردانه و زنانه رو د... خودم نمیتونم درک کنم نمیفهمم ولی خب اون چیزی که برای من خیلی ملموس هست توی شعرهای سیمین بهبهانی این روایت و قصه گویی هست این روایتگری هست که توی غزل آورده و در قالب همونطور که خانم جعفری گفتن چیزهای خیلی بدیهی اشیا، حیوانات اتفاقهای کنار آدمی قصه های اجتماعی و عمیقی رو هم گفته در قالب غزل درباره این برام بگید به و رسیدن به این فضا به نظر من نقش روایت در شعر سیمین بهبهانی دو جنبه اساسی داره یکیش در واقع پیروی کردن از اون حرف بسیار مهم نیما یکی از مدرن ترین پیشنهادات نیما به شعر فارسی وقتی که میگه شعر باید به سمت داستان که مال دنیای با شعور آدم هاست نزدیک بشه منظور نیما از این مال دنیای با شعور آدم ها بودن این که داستان یک توسع کلامی داره و معمولا در شما دیالوگ میبینید برخلاف اون در واقع سلطنت مونولوگ بر شعر فارسی شما با دیالوگ طرف هستین به لحاظ ساختار سیاسی کلام روایت و داستان سیاسی تر آزادندیش و در واقع به معنای رهایی بخشتره این یک جنبش اما جنبه دیگه به نقش ذاتی ادبیات برمیگرده در مواجهه با تاریخ تاریخ در واقع اون روایت یا, یا اون ثبت رخداد به شکلی کاملا غیر اخلاقی یعنی خارج از حیطه اخلاق برای تاریخ برای مثال یک فاجعه ای مثل هولوکاست در اعداد خلاصه میشه در اینکه چند میلیون نفر کشته شدند و در چه سالی و در چه تاریخی و در چه دوره این اتفاق افتاد و این اعداد به پایان میرسه اما در ادبیات هولوکاست با صدای در واقع فرو ریختن دکمه های لباس یک مادر که یک کودکی داره از پشت پستوی که پنهان شده از دست نازی ها اون رو میشنوه روایت میشه و در واقع ادبیات و شعر در مواجهش با تاریخ به این صورتی که همیشه قضاوتی اخلاقی داره و در نتیجه به واسطه اون قضاوت اخلاقی شهادت میده و شهادت دادن یعنی همیشه نجات یافتن از فاجعه و احزار کردن قربانیان زنده کردن قربانیان و به سخن آوردن قربانیان و این بزرگترین شیوه یعنی این بزرگترین صد و مقاومت در برابر قدرتمندانی است که سعی کردند که با در واقع فراموش شدن با ناپدید کردن اون قربانیان روایت اونها رو هم به فراموشی بسپارن این کاریست که اسمین بهبانی میکنه در همین فیلم هم یک جای اشاره میکنه که میگه من برای تمام رخدادهای تاریخی شعری سرودم یعنی اون موقعیت شاعر به مسابه شهادت دهنده به مسابه شاهد بر تاریخ در سیمین بهبهانی به بهترین شکلی دیده میشه و, و چیزی که این رو باز مضاعف میکنه در سیمین بهبهانی شما دا باز داریم این رو در حتی در مثلا اخوان هم تای حدودی داریم اما در بهبهانی مضاعفش میکنه نقش ایرانیت در شعر بهبهانی یعنی همطوری که مهری عزیز هم گفت اون مسئله زنانگی که شما گفتین مسئله اینجاست شما یه سری خصوصیات داریم در نوشتار که اینها خصوصیات زنان هم. مثلا دور، ادوار، در واقع سیلان، گریزی باز کردن ساختارها به جای بستن و متمرکز کردن اینها اینها ویژگی های زن است نداره که یه مرد اینو بنویسه یا یک زن اینها ویژگی های جنس نوشتار هست در نتیجه سیمین بهبهانی جایی ایستاده در زبان فارسی که مطلقا یعنی ملتقای خصوصیات ایرانیت در زبان از یک سمتی در واقع مسئله تقضل و از اون طرف مسئله وزن این دوتا رو به زیبا ترین شکلی در کنار هم حفظ میکنه اما متوسع میکنه و با اون شهادت تاریخی اینها رو پیوند میزنه شما کامل ترین منظومه ای ایرانیت رو در مقابل خودتون دارین تغذل ستم و موسیقی که یعنی ریتمی که این رو هی در طول تاریخ نشونه من یه اشاره به تاریکویی که در بحث قبلیم کردم که ایشون هم به خوبی اشاره کردم من منظور من از تاریخ‌گویی زنانه در واقع همون قربال کردن رویدادهای تاریخی در اثر هنری هست همینجور که خود سیمین به خوبی میگه میگه که کار هنری در اصل یک واکنش مستقیم و غیر مستقیم به شرایط زمان است و این واکنش در واقع میگه که هنرمند چیزی بیش از آینه نیست تو یکی صحبت خودش میگه در اصل چیزی که اتفاق میفته این هستش که ایشون زبان در واقع تاریخی رو با روایت, های زنانه خودش چرا با تجربه های زنبودگی خودش بیان کرده و این جدیده در ادبیات ایران جدیده و ما نمیتونیم اینو این کار کنیم و خیلی کوتاه تأثیر سیمین بر شاعران زن حالا معاصر یا بعد از خودش چه بوده؟ قطعا غیر قابل این کاره مخصوصا شجاعتی که ما در اصل فروغ فرخزاد داشتیم در شجاعت داشتن شجاعت در زبان یا بیان تن زنانه بیان احساس زنانه ما من فکر میکنم که همونجور که میتونیم بگیم که به زمان قبل از فروغ و بعد از فروغ در شعر میتونیم اشاره برای زنان ایرانی مخصوصا کسانی که علاقه به غزل دارن این یک در واقع ام ام یک الگوی در واقع زبانی و ساختاری در کنار الگوی هنری بوده و فکر می که قابل انکار نیست در آثار شاعران و معاصر زن ایران قطعا اگر مستقیم نباشه غیر مستقیم تاثیر گذاشته ولی یک کسانی رو داریم که مثلا فکر کنیم که مثلا بگیم تو حال هوای سیمین داره شعر میگه یا تو اون فضاها ها هست ما داریم کمچین کسانی رو من فکر میکنم بسیاری از شاعران ما معاصر وقتی شروع میکنیم خواسته یا ناخواسته یه سری شعر یه سری شعرهای در واقع که جایگاه خودشون رو پیدا کردن زبان اونا میاد تو شعر ما این قابل انکار نیست کسایی که ساختار غزل رو انتخاب میکنن تو شعر زنان ایران همجور که ما یه دفعه میبینیم که چقدر این شعر شبیه شعر فروخ شده وقتی شما شروع میکنه این قطعا تا زمان که اون شاعر بیا زبان خاص خودش رو پیدا بکنه و من اینو بارها تو جوایز ادبی که حالا بوده یا مثلا من در واقع داوری کردم اینو دیدم یعنی این اتفاق افتاده ولی اینکه تو چه حد موفق بوده و این تونسته خودش در واقع زبان شاعر تونسته باشه زبان خودش رو پیدا کنه و فراروی کنه اینو دیگه کار بعدی اون شاعر نشون میده یکی از اون چیزایی که باقی شمس توی شعر سیمین خیلی دیده میشه و نمونه هاش رو زیاد میشه دید مثلا همون شطور مثلا و نگاه کن به شطور آری که چگونه با ساخته شد باری نزه آب و گل که سرشتندش به سراب و حوصل پنداری که قصه شطور رو داره میگه ولی در واقع داره قصه انقلاب رو داره میگه و فوقلاده با شطور و اون حرکات شطور این فراز و فرود این شعر بالا و پایین میشه و این قصه داره برات میگه در این حال تو لایه های عمیقترش تو رو به جاهای جدیتری هم میبره تسلط سیمین رو کاملا بر کلمات و زبان میشه دید آیا این تسلط یا این توانمندی تو عرصه دیگریم از سیمین بوده که ما ندیده باشیم یا کمتر در موردش صحبت شده باشه متاسفانه همه شاعرانی که در ایران به یک مرتبه بالایی میرسند سایر توانایی هاشون در حوزه ادبیات به سایه میره از جمله سیمین بهبهانی که نصر نویس بسیار خوبی است و آثار منصور او به نظر من آثار بسیار مهمی هستن یک ویژگی دیگه که باز متاسفانه درباره نویسندگان زن ما وجود داره اینه که اون جنبه در واقع اون مرتبه اونها به عنوان منتقد ادبی باز در سایه قرار میگیره انگار که یک در واقع تصمیم نانوشتهی وجود داره که نبینن که یک زن میتونه منتقد بسیار برجسته باشه که که به بهبانی که از بهترین منتقدهای نسل خودش از کتابی داره به اسم یاد بعضی نفرات که این احیای در واقع ترکیبی است از نقد ادبی و احیای سنت بسیار جذاب تذکر نویسی یا یادوار نویسی یا نگار نویسی که در واقع شما از طریق اون همطور که مثلا بهترین آثار شاهکاریش مثلا تذکرت الاولیا هست شما چهره های اولیای نسل خودتون رو چهره های برجسته نسل خودتون رو به واسطه اون معاشرت که باشون داشتین یا شناختی که از اونها دارین می نویسید روایت می کنید و در همزمان نقد و تحلیل می کنید که این کار رو به زیبایی کرده سیمه و با متاسفانه خب کمتر دیده شده بیشتر به عنوان شاعر به خاطر اون ویژگی های اجتماعی که خب همیشه شاعر رو بر داره و باقی اون حوزه ها رو به سایه میبره دیده نشده اما به نظر من بسیار بسیار اهمیت داره در کار. بسیار ممنون و متشکرم فرصت دیگه ای نداریم برای صحبت در مورد سیمین بهبهانی و شعرش ادامه این گفتگو رو به بینندگان میسپاریم از طریق همین راههایی که اینجا داره زیر نویس میشه با ما در ارتباط باشید و برای ما بنویسید که درباره سیمین بهبهانی چی میدونید و چه خاطره از او دارید اگر جزئیات اطلاعات بیشتری رو در مورد فیلم و فیلمسازان برنامه میخواید داشته باشید سر بزنید به وبسایت BBC فارسی به آدرس بی بی سی دات کام سلاش آپارات تا هفته به اتفاق میهمانان برنامه بترود و پاینده باشید خیلی ممنون از شما